فرماندار شهرستان ممسنی در باره جزئیات بازداشت دکتر فروغ رزمجویی میگوید ساعت 16 روز یک شنبه همین چند روز پیش بیماری به علت ضربه چاقو به قفسه سینه‌اش به بیمارستان ممسنی منتقل می شود که در پی تماس با دکتر رزمجویی جراح بیمارستان وی بر بالین بیمار حاضر و اقدامات درمانی لازم را انجام می دهد. رزمجویی پس از آن در ایستگاه پرستاری مشغول نوشتن پرونده بیمار بوده است که بازپرس پرونده وارد اورژانس می شود و اظهار می کند بیمار بدحال است و جراح باید بالای سر بیمار باشد که جراح مربوطه به وی اطمینان می دهد اقدامات لازم برای این بیمار انجام شده است. اما توضیحات دکتر رزمجویی وی یعنی بازپرس پرونده را قانع نمی کند و این پزشک از بازپرس می خواهد در امور درمان بیمار دخالت نکند. عدم اجرای دستور بازپرس توسط جراح سبب می شود وی فرمان بازداشت دکتر رزمجویی را صادر کند و تنها جراح این شهرستان یعنی ممسنی در مقابل دیدگان بیماران و پرسنل بیمارستان به بازداشتگاه منتقل می شود. بعد از چند ساعت هم آزاد میشه آخر شب. بعد وقتی پزشکای ممسنی و شیراز و دانشگاه پزشکی شیراز اعتراض میکنن و قضیه بالا میگیره، حجت الاسلام اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میاد توضیح میده. بین این بازپرس پرونده و افسر نیروی انتظامی هم که در اونجا حضور داشته با اون پزشک معالج صحبت های رد و بدل میشه. دقیقاً چه چیزی رد و بدل میشه؟ اون چیزی است که الان داره تحقیق میشه و کلانتری مربوطه گفته میشه که این خانم دکتر را با مأمورین زنی که همراه دارید هدایت کنید به کلانتری، توضیح بخواید که این موضوع چی بوده. خب البته در خیلی از رسانه ها دیدم که مطرح شدن که این خانم بازداشت شده. این حرف صحت نداره. ایشون به مأمور توسط مأمور زن کلانتری برده میشه. حالا اونجا باز توی اون پارکینگ چه مسائلی بین مأمورین و بین اون خانم دکتر رد و بدل میشه، استنکافی بوده نبوده، اینا بحثای بعدی هستش. اجمالا میگن که بهشون دستبند میزنن. ایشون وقتی استنکاف میکنه برای رفتن به کلانتری، ما هم تصدیق میکنیم، بنده هم تصدیق میکنم، در عین حالی که مأمورین کلانتری وظایفی دارند. مأمورین کلانتری اگر کسی خوب استنکافی بکنه و شناب بکنه به هر طرق دستور قضایی داشته باشن، حسب وظیفه اقدام میکنه. اما شاید میشده به طریق دیگری عمل بکنند و دستبند هم نزن. بر توسط رئیس کل دادگستری استان به محضی که مطلع میشن پیگیری میشه و خانم هم به دادسرا میان و با یک به اصطلاح صحبتی که اونجا میشه با یک وجه التزامی آزاد میشن، یعنی مرخص میشن در واقع. با وجه التزام آزاد میشن یعنی مرخص میشن در واقع. چرا باید دروغ بگیم به مردم؟ واقعا بازداشت نشده، پس چرا بردینش دادسرا به گفته خودتون؟ بعد چرا ازش وجه التزام گرفتین؟ یعنی وثیقه، یعنی براش قرار صادر کردین. برای آدمی که بازداشت نشده که قرار صادر نمی کنن که. ببینیم بعد از این صحبت های اژه‌ای از یکی از وکلای سرشناس دادگستری در ایران که همه میشناسنش، ولی بهتر من اسمشو نگم که یقشو نگیرن، پرسیدم واقعا این حرفای اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درسته؟ اینا حقیقتو داره میگه آقای اژه‌ای. ایشون برام نامه نوشته قاضی وقتی که دلایلی علیه کسی در پرونده مشاهده میکند و به این نتیجه میرسد که یکی از جرائم مندرج در قانون مجازات اسلامی را آن شخص مرتکب شده برایش قرار صادر میکند که یکی از قرارها تودیع وجه التزام است و اگر فرد مذکور این وجه التزام را نداشته باشد زندانی می شود. خب تنها جراح ممسنی رو بازداشت می کنین، بعدم می برینش دادسرا، ازش وجه التزام می گیرین که اگه نمی پرداخت باید بیرفت زندان. برای چی؟ جرمش چیه؟ اینو که قوه قضاییه نمیگه هیچی، به دروغ هم میگه بازداشت نشده. ببینین خود دکتر رزمجویی چه میگه. بعد چند روزی باش رو صحبت کرد، اصلا در باز کرد ولی من رو بردم تو ماشین سوار کردن و بردم اونجا. بعد به منم گفتن که چه حق نداری توهین کنی،
مصرف فکر کنم حدود 7 و اینا بود. تو ساعت 10 که من بازداشتگاه خودشون بودیم، تو این فاصله دیگه مادرم هم دیده بود از دور که من بردم، با بچه اومده بودن اونجا. بچه گیری کردم بردنش پیش من هم دقیقه تو بقید من نشسته بود. مادرم گفتن که دیگه نمیشه بچه اینجا بمونه، ایشون بچه و مادر رو داره و دارم بیرون. بچه هم داشت انداخته بود گردن من که من نمیدارم که شما مامانم باشم. بعد من هم بچه هم گرفتم تو بقید، گفتن که من بچه هم ببریم، من نمیتونم این بچه روانی میشه. تو این سه سالش دفت مادرش نگذارم من آوردیم اینجا با این وضعیت من میخوام برم نگم چی کار کردم که حق ندارم بچه هم برم کنم کنم نمیشه. بعد اون بچه هم بکشم ببرم من گرفتمش محکم. بعد خانم افتاد سر من و بچه من و بچه رو میکشه در میزد تو سر من خانم سلیمانی؟ بله دم جایی خیلی که من زده هست. بعد مادرم اومد از من دفاع کنه، خانم هم کشید عقب، مادرم هم زده. بعد که دیگه مادرم کشته انداختم اون رو دوستا تا سیلی زد تو صورت من. این یکی از آدم دوزیایی که جلو چشم مردم تازه به اسم قانون بازپرسی میشه. محلم البته معلوم نیست، اجازه میگه کلانتری بوده، ولی بعد صحبت پارکینگ پیش میاد و درگیری و این صحبت که خانم دکتر رزمجویی کردن که میگن منو بردن اونجا، معلوم نیست کجا یا همین بازداشتگاه و خونه های امن حفاظت نیروی انتظامی، چون به هر حال حفاظت نیروی انتظامی دستش در کار بوده و قوه قضاییه، هرچند بعد نیروی انتظامی میاد میگه که آقا ما دخیل نبودیم. ببینین اینا همه به کنار، حال در نظر بگیرین یه همچین سوژه اتفاقی پیش نیاد مثل ماجرایی که تو بیمارستان ممسنی پیش اومده، یعنی از پیش برنامه ریزی کرده باشن که یک کسی رو برن بدوزن ببرنش تو یکی از خونه های ناشناخته برای مردم، همین به اصطلاح خونه های امن. ببینین در اون حالت چجوری، فرقی هم نمی کنه بیان بریزن تو خونه یا محل کار، حکم دادستانی نشون بدن یا ندن. یکی از دانشجوهای زندانی که همین الان اینجاست میگفت که اون چیزی که ما دیدیم این بود که حکم دادستانی داشتن اما ورقه سفید بود، یعنی اسم هر کیو بخوان تو همون محلی که طرفو میگیرن مینویسن، سوژه رو به اسم این که حکم دادستانی هم داریم میبرن. همونجا میپرسن، پرسیده بودن این دوست دانشجوی ما پرسیده بودن که اسم چیه، تازه اونجا گفته بود حکم دادستانی رو همونجا طرف ضابط گرفته بود. کجا میبرن معلوم نیست، تا یه ماه دو ماه سه ماه، بعضی وقتا خیلی بیشتر، خانواده‌اش هم نمیدونن کجاست. تو خیابون هم که میدونی کم پیش نمیاد که آدم ربایی کنن. منصور و حسانلو یکیشون دیگه که دیگه خبرش جهانی شد که ریختن سرش گرفتن بردن. بعضی‌ها رو میبرن تو همین خونه ها و آخرش میکشنشون، مثل پوینده و مختاری اعضای کانون نویسندگان دهه 70، یا طرف به هر دلیل زنده میمونه و از همین طریق زنده مانده هاست که خونه های امن افشا میشه، مثل فرج سرکوهی، مثل نورالدین کیانوری. ببینید کیانوری یه چند تا نامه نوشت، نامه نوشت 16 بهمن 68 به رهبر، کیانوری موند تو خونه امن تا مرد. نوشت صبح دم روز 17 بهمن 61 ساعت 3:30 پس از نیمه شب، گروه از پاسداران با باز کردن در خانه به اتاق خواب ما در منزل دخترمان ریختند و دستور دادند که من فوراً لباس بپوشم. این آقایان تنها حکم بازداشت مرا در دست داشتند، اما نه تنها مرا بلکه همسرم را هم بدون داشتن حکم بازداشت کردند، به آن هم بسنده نکرده دخترمان را هم که در کارهای سیاسی ما نه سر پیاز بود و نه ته پیاز، او را هم بدون حکم بازداشت کردند. تصور نفرمایید که به این هم بسنده کردند. فرزند 11 ساله افسانه دخترمان و نوه ما را هم بازداشت کردند. اینا را اول میبرن بازداشتگاه 3000 هم کمیته مشترک ضد خرابکاری زمان شاه، بعد از مدتی هم میبرنشون توی یکی از همین خونه های امن سپاه تا آخر عمر. یه چیزایی تو این خونه های امن و این بازداشتگاه های غیر رسمی مشترک، از جمله اینکه با زندانی مثل گروگان رفتار میکنن. هر کدوم خاطرات که بخونین یا با هر زندانی که بارها تو این برنامه هم صحبت کردیم یا تو برنامه بی پرده بی تعارف مخصوصا شاید شنیده باشین، ببینیم به طرف میگن اگه اعتراف نکنی به اون چیزی که ما بهت میگیم از هستی ساقطت میکنیم، زن و بچه‌ت هم میاریم اینجا فلان میکنیم، باهاشون بهمان میکنیم اینا. یعنی طرفو گروگان میگیرن تا به خواسته هاشون برسن، مثل کسی که مثلا میره بانک میزنه آدما رو گروگان میگیره مشتریا رو تا به خواستش برسه، حالا هر چی هست. یا تو جنگ میره فلان آدم مهمو یا فلان دسته سرباز گروگان میگیره که پول بگیره، حالا اسمشو بزنین اسیر جنگی. کسی که سرباز گروگان بگیره و برای آزادیش پول بخواد، خب گروگانگیره دیگه. اینا رو گفتم تا برسیم به صحبت آقای محسن رضایی.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه می نویسه به رهبر و ازش اجازه می گیره که مقاله مفصلی است که ازش اجازه می گیره که برگرده سپاه و رهبرم موافقت میکنه همین فروردین امسال رسما میشه همون سردار سرلشکر محسن رضایی. بعدن میاد تلویزیون حرفایی میزنه که بشنمه خود. من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه. یعنی مهمترین تاکتیک و بس و استراتژی آقای فرمانده آدم دوزی و گروگانگیری، این شرایط جنگی و غیر جنگی هم نداره. شهروندای خودتونو که میدوزین میبرین خونه امن، از حشمت تبرزدی بگیرین تا عزت الله صحابی تا امیر فرشاد ابراهیمی تا ستار بهشتی تا وبلاگ نویسا، با آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها همین کارو میکنین، با این تفاوت که از اونا دلار میگیرین به عنوان وثیقه یا حق آزادی، یعنی همونی که سردار محسن رضایی فرمودن. ملوانای انگلیسی رو سپاه میگیره میبره خونه امن. علیرضا افشار معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح گفت مدتی بعد از موضوع دستگیری ملوانان متجاوز انگلیسی سال 86 خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم و ایشان با تقدیر از اقدام شجاعانه عوامل نیروی دریایی سپاه فرمودند شما با این کار 3 سیلی بر گونه انگلیس زدید. بعدم مقام معظم توضیح میدن که این 3 سیلی بر گونه انگلیس چجوری زده شده. باری کوهنوردای آمریکایی رو میبرن خونه امن، حاله اسفندیاری، امیر حکمتی، جیسون رضاییان، رابرت لوینسون، عکس بعضیاشون رو دیدین، اینا رو میبرن خونه امن، یعنی جاهایی که هیچکی نمیدونه کجاست و واقعا معلوم نیست چند میلیارد دلار گرفتن تا حالا بعد از کلی چونه زدن که بعضیاشون رو آزاد کردن. و اینا همه امسال پارسال هم نبود، از سال 58 که پسرای آقای طالقانی، آیت الله طالقانی رو سپاه میدوزه میبره بازداشتگاه مخفی تا امروز، این شیوه مرضیه رایج بوده است در مملکت. سال 84 یه عده روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس و 14 نفر بودن میگیرن میبرن توی یکی از همه خونه های امن. آقای امید معماریان یکی از اونا بود. حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی پشت ماجرا بود که با دفتر دادستانی هماهنگ بودن و کاملا در تنگاتنگ با آقای مرتضوی کار میکردن. پروژه های مرتضوی بود، کاملا زندانی های دستگیری سیاسی رو از طریق آقای مرتضوی انجام میدادن و جایی میبردن که بتونن که هر کاری که میخوان با این افراد بکنن. کاملا از سیستم خارج بود. اون کسی که اومدن لباس شخصی تنشون بود، ولی در چند یعنی وقتی اولین بار که منو بردن و از خونم یعنی محرکا دستی کردن و بردن خونه و سلام جمع کردن و سوار ماشین برگشتیم، فکر کردم که داریم دادگاه میریم، ولی ما رو بردن توی نیروی انتظامی خیابان مطهری و در حیات اونجا بودیم. داخل ما رو نبردن، ولی تو همون حیات یه ونی بودش که ما رو دستی کردن، با یه ونی اون ونو عوض کردن ماشین ونو، ما سوار ماشین دیگه شدیم، از اونجا رفتیم به سمت این بازداشتگاه و در مسیر کلی چرخیدن این طرف اون طرف که گمراه کنن که وقت متوجه نشن که مثلا آیا داخل شهر هستیم یا خارج از شهر هستیم و اینها. ببینید یه چیز مهمی که تو خیلی از این خونه های امن سپاه هست اینه که کسی که برده شده اونجا صورت بازجو رو میبینه، یعنی مثلا رو به دیوار بازجویی پس نمیدی یا بازجو شکنجهگر ماسک و نقاب نزدن به صورتشون. از کی چشم شما بسته بود آقای معماریان؟ وقتی که سوار ون دوم شدیم که به سمت بازداشتگاه بریم، از اونجا چشمام بستن و یه چشمه زدن و من خوابوندن کف یک هم کف ون خوابوندن و یه پتون داخل روی بدنم که به نظر اصلا ضروری هم نداره خاطر اینکه من نمی‌تونم جایی رو ببینم و اون سربازی که به هر حال نگهبان بود به هر حال تو ماشین بودش پاشو گذاشت روی کمر من که به هر حال هر دلیلی تکون نخورم. ما رو بردن اونجا و با چشمم وارد شدیم، وسایلمو گرفتن از من و بعد از حدود 1 ربع 15 دقیقه که همون اولش میکردن و هول میدادن و مثلا به جلو دیوار گذاشتن و سرم میزد به دیوار که مثلا حالتی ایجاد ارعاب و وحشت بکنن، بردن من رو به سلول انفرادی، اونجا چشمم رو باز کردن و متوجه شدم که به هر حال یه جای دخمه کوچیکی بود مثل قبر واقعا
خیلی کوچیک بودش و اونجا متوجه شدم که جایی که هستم زندان واقعا نیستش. از اینجا متوجه شدم که اونجا زندان نیست، به خاطر اینکه از خیلی فضای کوچیکی بود و از یه اتاق می‌رفتم اتاق دیگه و دستشویی اینا و میشد میتونش از زیر چشمم میتونستم متوجه شدم که اینجا یک جای خیلی خیلی کوچیکی هستش و کل مسافت تو کل اون مساحتی که داشت اونجا مثل خونه سه چهار اتاق خوابه بودش که اینا تغییر کاربری داده بودن و ازش اینجوری استفاده میکردم. در تمام مدتی که بازجویی میشدم برای من میدیدم چهره بازجو رو و این خودش برای من نگران کننده بود، چون که این افراد کارهایی میکردن که مثلا ضرب و شتم میکردن یا حرفی میزدن که من فکر میکردم اگه میخواستن بالاخره من اونجا آزاد میشدم دیگه، 2 ماه 3 ماه 5 ماه 6 ماه بالاخره آزاد میشدیم هممون، ولی از اینکه چرا اجازه میدن من ببینمشون و نگران از این مسئله نبودن همیشه برام خیلی نگران کننده بودش. و افرادی که اونجا بازجویی میکردن و من هیچ وقت دیگه ندیدم، غیر از اینکه وقتی آزاد شدیم یک بار در دفتر آقای مرتضوی که ما را احضار کردن دوباره اونجا بودن و با آقای مرتضوی خوشبش میکردن و مشخص بود که کاملا دست در، یعنی با هم کاملا این پروژه رو جلو میبردن. چرا نگران؟ چرا اینا رو وقتی که صورتشون رو بدون ماسک میدیدین نگران میشدین؟ از چی باید آدم نگران باشه وقتی چهره بازجوش یا شکنجهگرش رو میبینه؟ از جهت این نگران بودم که میدونستم در برخی از پرونده هایی که افراد میتونن بازجوشون رو ببینن و پرونده هایی که افراد به صورت غیرقانونی دستگیر میکنن یا به صورت غیرقانونی بازجویی میکنن، کاری میکنن که به هر حال خیلی میتونه که کاملا غیر انسانی هستش، اینها وقتی میذارن چشم افراد باز باشه که بخوان مثلا اون فرد از اونجا بیرون دیگه نره. بعد و به همین خاطر مثل پرونده های سعید سیرجانی که فکر می‌کنم که در مورد ایشون هم همین شرایط بودش که افرادشون میتونستن بازجویشون ببینن اگه اشتباه نکنم، و این منو نگران می‌کرد که با چه اعتماد به نفسی دارن اینا مثلا سر آدم میزنن به دیوار یا لگد میزنن یا کتک میزنن، و یه جوری هم بمانه بود میکردن که بقیه بتونن که تو همون فضا بودن بتونن بشنون و کتک خوردن یه نفر یا حرفای زشت و بد و بیرا گفتنشون رو بقیه بشنون و ایجاد هراس و وحشت در بقیه بکنن. بعد از حدود 40 روز که در این بازداشتگاه بودم، برخی از بچه‌ای که ملاقات داشتن با خانواده‌هاشون و یا در مسیر چند بار که بودنشون دادسرا و تونستن با اینکه چشمندشون رو کنار بزنن و یه جور متوجه شدن که جا کجا هست، بالاخره اسم اون جای و مکان مشخص شد و بحث شد سرش و اون دیگه اون مخفیانه بودنش دیگه کاملا از بین رفته بود. بنابراین در یه مقطعی ما متوجه شدیم که من رو میخوام منتقل کنم به زندان اوین و زمانی بود که بعدا متوجه شدم که این جا تقریبا لو رفته و ما رو بردن به زندان اوین و من از چند تا دیگه کسایی که در اون همده هنوز در زندان بودن و اونجا وقتی کاغذ رو امضا کردم که برخم نشون داد تاریخ ورودم به زندان اوین که هستش و در اون کاغذ اون چیزی که نوشته بودن تاریخش رو، تاریخش برمیگشت به روز اول بازداشتن. در واقع میخواستن که یک جوری به صورتی کار رو انجام بدن و ظاهر سازی بکنن انگار که من از روز اول به زندان اوین وارد شدم و اونجا هم کسی از مسئول اوین اصلا نپرسید که بالاخره شما که نبودین چرا تاریخش اونور هست. یعنی کاملا با اون بخش از زندان اوین هماهنگ بودن که تاریخ زندان بخوره به روز اول بازداشتن. ببینید من نفهمیدم چجوری لو رفت این آدرس اونجا، چون تو خونه امن که ملاقاتی نمیدن. خیلی میشنویم که فلانی رو بردن و بعد از مدتی بیخبری که با خانواده‌اش تماس میگیره از تو همین خونه ها، بازم میگه من نمیدونم کجام، فقط میگه مثلا حالم خوبه و تموم میشه و از این حرفا. قاعدتا تنها جایی که قاعدتا میتونه زندانی خونه امن احیانا خانواده‌اش رو ببینه شاید تو دادسرا باشه. خانواده قطعا خوب فکر میکنن که از زندان اومدن، ولی چون برای انجام کارهای اداری پرونده هم بعد مجبوریم که دوباره دادسرا بریم، مثلا تفهیم اتهام کردن بعد مجبوریم دادسرا بریم و کاغذ امضا کنیم اونجا، بنابراین ما رو میبردن به دادسرا و اگر ملاقات هم انجام میشد در دادسرا انجام میشد و در کل مسیر هم که از بازداشتگاه می‌بردن مثلا دادسرا، خب شیشه‌ها کاملا تاریک بود، یعنی تاریک یه خورده پوشیده شده بود ولی میشد هنوز بیرون رو دید و چشمن داشتن افراد و این نفر سرباز نشسته بود اونجا که، یعنی گاردی نشسته بود که اونجا که همش مراقبت می‌کرد که کسی دست به چشمنش نزنه. و تو یکی از این دفعاتی که یکی از
دوستانی که زندانی بود اونجا بود، ظاهرا فرصت پیدا میکنه که از صحبت کردن راننده با اون دو پلیس که تو ماشین نشسته بودن استفاده بکنه و خلاصه یک جوری بیرون رو بتونه از زیر چشمن دید بزنه، یا چشمن چه خوره بالا بیاره که بتونه دید بزنه ببینه که در چه منطقه هستیم. و بالاخره اینجوری بود که این اطلاعات هم منتقل شد به خارج از زندان و مکان لو رفت. بله، یه چیز روشن بکنیم. نیروی انتظامی شماره میگیری میبره کلانتری، بعد به خونه امن. آیا خونه های امن نیروی انتظامی در واقع زیر نظر سپاه پاسدارانه؟ اون چیزی که من متوجه شدم در زمانی که در این بازداشتگاه غیرقانونی بودیم، خانه امن بودیم، متوجه شدم که این افرادی که اونجا از ما بازجویی میکنن، اینها از اخراجیه وزارت اطلاعات هستن و به هر حال وقتی که اخراج شدن، به هر حال به هر دلیلی که رفتاری که داشتن توی وزارت اطلاعات، و اومدن در اینا رو جا دادن در زیر مجموعه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی. و بعدم با صحبتی که با دوستانم داشتم و افرادی که دنبال میکردن این پرونده رو، متوجه شدم که این بخش کاملا وقتی که سازمان اطلاعات سپاه درست شد، اینا کاملا همشون کاملا رفتن به شدن بخشی از اطلاعات سپاه. بنابراین این شاکله این اطلاعات سپاه از همین نیروهایی بودش که به هر قسمتشون هم از وزارت اطلاعات در زمان آقای خاتمی به خاطر عمل کردی که داشتن اخراج شده هستن. بسیار ممنون آقای امید معماریان در نیویورک، روزنامه‌نگار و همکار سازمان‌های فعال حقوق بشر البته در خارج از ایران. مهمان دیگر امشب صفحه آخر آقای امیر فرشاد ابراهیمی هستن، روزنامه‌نگار و دبیر سیاسی پیشین انصار حزب الله. آقای ابراهیمی خوش آمدید به امشب صفحه آخر. بنده به شما قول داده بودم که دست کم 40 دقیقه فرصت دارین، 10 دقیقهش خورده شد، ببخشید یه خود باید فشرده صحبت بکنیم. حالا به هر حال تا هر جا رسیدیم، ببینین بفرمایید مقدمتاً که اطلاعات سپاه کی تشکیل شد، مخصوصاً با توجه به صحبتایی که آقای امید معماریان گفتن، چون خونه های امن سپاه قبل از تشکیل اطلاعات سپاه بود، همونطور که بنده عرض کردم از با فردای انقلاب. بله، سلام دارم خدمت شما و بیننده‌هاتون. آره من احساس میکنم که ما نرسیدیم، و ولی خب اصلا نگران نیست، من قول میدم که به هر چیزی که نرسیدیم به صورت کامل، واسه اینکه خودم هم خیلی مقوله رو دوست دارم و دوستان بیننده کامل در جریان قرارش بگیرم، تو صفحه فیسبوک صفحه آخر همش رو به صورت مفصل میارم می‌نویسم. بحث این که اطلاعات سپاه کی تشکیل شد، خب تشکیل سپاه اصلا با مقوله معاونت اطلاعات همراه بود. اولین برخوردش هم با همون جریان حزب توده، چریکای فدایی خلق، سازمان مجاهدین خلق، با اینها بود. اما این چیزی که امروز می‌بینیم، یعنی سازماندهی شده خیلی شیک و تمیزی که امروز داره اتفاق میفته به عنوان سازمان اطلاعات سپاه، یا خدمت شما عرض کنم اون چیزی که گفته میشه سازمان اطلاعات موازی، درسته که نقش عمدش رو سپاه داره، همین چیزی که امید عزیزم گفت، ولی اصلا مقوله سازمان اطلاعات موازی و اینها از کجا تشکیل شد؟ بعد از سال 78، ماهای آخر 78، سال 78 و بعد از اون داستان قتل‌های زنجیری، با این به این که حالا قتل‌های زنجیری محصول یکی از پروژه‌های نظام بوده، درون نظام بوده، با مراجع هماهنگ بودن، همه اینا اصلا به اینا اصلا کاری نداریم، نمی‌خوایم بگیم که نظام یهو غافلگیر شد، در جریان نبود. بعد از داستان قتل‌های زنجیری به هر جهت افشای این داستان، لو رفتن این داستان، یک زنگ خطری بود برای سیستم امنیتی و اطلاعاتی نظام، و اینها بهشون یک شوکی وارد شد که چه کنیم که دیگه اتفاقات اینجوری نیفته. من واسه بعضی این صحبت ها در مزان اتهام قرار نگیرم، مجبورم که از لنز سیستم امنیتی کشور این داستان رو توضیح بدم، وگرنه نمیخوام این کارا رو توضیح بدم. گفتن که خب حالا این اتفاق افتاده، ما بیایم جلوی این اتفاق رو بگیریم و دیگه اگر میخوایم تروری انجام بدیم، اگر میخوایم کار امنیتی انجام بدیم، برخوردی انجام بدیم، این اتفاقات نیفته که متاسفانه مثلا لو رفت حالا داستان قتل‌های زنجیره‌ای. چیکار کردن؟ گفته میشه که حصه اولیه و اصلا اساس و بنا و نطفه این قضیه توسط سه تن از سرداران سپاه،
آقای همین آقای زیغمی، عبدالله مشفق، سردار مسعود صدرالاسلام که آقای مشفق سپاهی بود. مسعود صدرالاسلام اون موقع فرمانده اطلاعات ناجا بود، ولی خب ایشون هم پاسدار بود. و یک پاسدار دیگه که من متاسفانه اسمش رو جایی پیدا نکردم. بعضیا گفته میگن که حسن محقق بوده، ولی من فکر نمی‌کنم حسن محقق در اون قد و قواره و اندازه باشه. اینها یک طرحی رو تهیه می‌کنن به اسم سازمان امنیت کشور. ببخشید، سازمان اطلاعات کشور. امنیتش هم وعده می‌دادن که اون تبادل با اسم ساواک نشه. این رو میبرن پیش رهبر. میبرن پیش رهبر و میگن که ما می‌خوایم سازمان اطلاعات کشور رو راه بندازیم، منفک از نظارت حالا مردمی یا نظارت مجلس، منفک از دولت و زیر نظر رهبر یا زیر نظر یکی از مثلا سپاه پاسداران که اینجا بیاد اساس و بنای اطلاعات کشور بشه. خامنه‌ای با زیرکی این طرح رو رد میکنه. مستند این حرفم که این تو همون همایش کوثره، یا لینک این صحبتم که صدرالاسلام میاد میگه که ما در خدمت آقا رفتیم، آقا گفتش که نکنیم به این دلیل به این دلیل. آقای خامنه‌ای با زیرکی تمام میاد این قضیه رو رد میکنه، میگه که انجام ندید. چرا؟ برای اینکه اگر دوباره یه اتفاق دیگه مثل داستان قتل‌های زنجیره‌ای افتاد، اینجا دیگه وزیر اطلاعات یا رئیس جمهور محکوم نمیشه دیگه، شخص ارشد سازمان اطلاعات رهبر محکوم میشه. میاد برمیگرده به این ستند که طراحان اولیه بودن، دقیقاً با این لفظ میگه که طرح خوبیه ولی برید بخش بخش کار کنید، یعنی گروه گروه با یک هدف عمده کار کنید. این میشه اساس اطلاعات موازی کشور یا همون سازمان اطلاعات موازی. سازمان اطلاعات موازی به هیچ وجه من الوجود فقط مال سپاه نیست، بخشی از اطلاعات ناجا هست، بخشی از اطلاعات سپاه پاسداران هست، آدم‌های بسیج توش هست. حالا میرسیم بهش که اینها چه کار داشتن. برای انجام این کار چند تا چیز لازم بود. یک، اطلاعات، یعنی یک سازمان اطلاعات لازم داشتن. دو، همون خدمت شما عرض کنم حکمای سفیدی که دستشونه، بازوی قضایی لازم داشتن. بعد از بازوی قضایی پول می‌خواستن واسه انجام این کارا، برجت دخل و خرجشون جور در بیاد، خونه اجاره کنن، خونه بخرن، تیم داشته باشن، موتور بخرن و اینا، و رسانه هم لازم داشتن. حالا چرا لازم داشتن، چی بوده، اینا بهش میرسیم. اولین کاری که به قول همون فرمایشات مقام معظم رهبری بخش بخش انجام بدید، اومدن یه چیزی را انداختن به اسم ستاد حفاظت اجتماعی و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه. حفاظت اطلاعات قوه قضاییه رو انداختن و بخشی از نیروهای عملیات اطلاعات ناجا رو بردم. شاید خیلی از کسایی که پیگیر اون زمان بودن تو زیر زمین ساختمون مجتمع کاخ دادگستری، مجتمع امام خمینی، اونجا جا دادن و شروع به کار کردن. آقای سعید مرتضوی هم که خب به هر جهت قدر قدرت دادگاه مطبوعات و اینها بود، اون موقع اومد شد دادستان عمومی و انقلاب تهران. پس داستان قضایی یا میشه گفت اون بخش قضایی قضیه حل شد، شروع به کار کردن. و حالا چیکار داشتن؟ حالا احتیاج داشتن به یک سری بازداشتگاه ها و اینا. سر همینه که مجموعه بازداشتی های اول، مثل خدمت شما عرض کنم برخوردی که با زندیات سیامک پوزن شد، یا با آقای ایرج جمشیدی، یا با آقای علیرضا جباری و همین دوست امید عزیز و روزبه و شهرام و اینها، وبلاگ نویسا حنیف، اینا رو که گرفتن، ما میبینیم اینا اول هنوز این سازمان درست حسابی نشده بوده، این بخش خونه ها درست نشده بوده. بخشی از اینا تو خونه هایی بودن که سازمان اون میشه گفتش که اگه بگیم دونگی دونگی خواستن کار بکنن، دونگ نیرو انتظامی بوده. اینا تو بخشی از خونه های امنی بودن که اون موقع برای نیرو انتظامی بود. سازمان اطلاعات موازی هم دقیقاً یک گرته برداری، یک نمونه برداری دقیق و یا میشه گفتش که نعل به نعل کمیته مشترک ضد خرابکاری بود. کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک بود، شهربانی بود، خدمت شما حفاظت اطلاعات ارتش بود،
گروه‌های امنیتی دیگه بودن، حتی گارد جاویدان هم داشتن، خاطر بر خود نظامی هم اینا لازم داشتن. اینا واسه همین، یعنی ما به طور قطع نمیتونیم بگیم این خونه امن سپاه، مثلا دست این خونه امن دست بذاریم روش بگیم این مال سپاهه، دست بذاریم بگیم این هم مال سپاهه. نه، میتونه مال نیروی انتظامی باشه، میتونه مال نیروی مقاومت بسیج باشه، میتونه مال حفاظت اطلاعات و قوه قضاییه باشه. این مجموعه دیگه همون بازار، من خیلی خودم احساس میکنم خیلی دارم این داستان تکرار میکنم، بخش بخشیه که خامنه ای گفته بود. اما سیستم، روشی که اینا انجام دادن، ما اگه بخوایم یه فیش برداری بکنیم، یه نگاه بکنیم، از اون ابتدا تا همین امروز یکی بوده. یعنی اینا همیشه روششون یکی بوده. مثلا هر موقع خواستن که یک حرکتی انجام بدن، اون بخش رسانه‌ایشون و گفته میشد همون اوائل، آقای اصغر میرحجازی که به شدت پیگیر این قضیه بوده، متنی رو تهیه میکنه، میبره خدمت مقام معظم رهبر، میگه آقا جان مثلا ما میخواییم این کار رو بکنیم، شما بیا صحبت کن. آقای خامنه‌ای بلمشی میاد تو مصلی تهران، مثال میزنم بهتون، میاد تو مصلی تهران تو برنامه دیدار با بسیجیان، میاد میپره به مطبوعات، میگه آقا جان اینا پایگاه های دشمن هستن. چند روز بعد قوه قضاییه، همون اهرام قضاییشون، اعلام آمادگی میکنه، سپاه میریزه، روز فلاحی اونا مجوزها رو باطل میکنن، روزنامه نگارا رو برمیداره میاره. آقای خامنه‌ای بلند میشه میره دانشگاه امیرکبیر، خب این صحبت‌ها با صمیمیت این صحبت‌های آقای خامنه‌ای، خب پیامدش قطعاً پیش آمده دیگه، هم وقتی که آقای خامنه‌ای صحبت کرده، هم وقتی که آقای جنتی مخصوصاً دبیر شورای نگهبان تو نماز جمعه صحبت کرده، در واقع معلوم شده است که از پیش اصلا برنامه‌ریزی بوده اینا. مثل همین دقیقاً به خانه، به اصطلاح به حصر بردن، به زندان خانگی بردن موسوی و میرحسین موسوی و مهدی کروبی دیگه. اون خواجه حافظ شیراز هم فهمید که آقا جنتی اومد دو هفته قبلش گفت که اینا رو ببرین تو خونه، روابط نمیدونم سیمای تلفنشون رو قطع کنین و اینترنتشون رو قطع کنین، درست همون کارو کردن دو هفته بعد. ببین آقای ابراهیمی، این خونه های تیمی شناخته شده ای که دارین ازش صحبت میکنین و بخش های مختلف هست، حالا هم بشه گفت خونه امن، نمیدونم اطلاعات سپاه، یا بشود گفت همون اطلاعات در برگیرنده جامعه‌ای که شما فرمودین، اطلاعات موازی، حالا اسم مصطلح شده است، به هر حال زیر نظر کی؟ اولا زیر نظر بیت یا زیر نظر سپاه پاسداران حفاظت اطلاعات سپاه، یک. و دو، این خونه های تیمی شناخته شده کجاست؟ متوقفم به همین قضیه برسیم دیگه، خود جمع وجود شد. همه این کارها، کارهایی که انجام میشه، حالا دیگه الان دیگه خیلی منسجم شدن و جمع شدن دور هم دیگه، برابک دارن، خوب کار انجام میدن. این کار در معاونت، یعنی به صورت سازمانی و چارت ارشدش، یعنی مقام ارشد این داستان، معاونت عملیات روانی سپاه پاسداران بدون هیچ گونه رودرواسی، آقای جعفری فرمانده کل سپاه حکم داده به آقای زیغمی به عنوان معاونت عملیات روانی سپاه پاسداران. همه این داستان ها، خونه های امنی که حالا کارهای مختلفی انجام میده، توش بگیر و ببند هست، بازداشت هست، شستشوی مغزی هست، ترغیب هست، شایعه هست، خدمت شما عرض کنم، برخورد امنیتی هست، التقاط هست، شورش هست، سرکوب، یا حالا خدمت شما، حالا سرکوب ما ها میگیم، سرکوب خودشون میگن که خدمت شما عرض کنم، پاد وحشت هستش. همه اینها زیر نظر معاونت عملیات روانیه. فرمانده معاونت عملیات روانی کیه؟ مشفق همون سردار. دقیقاً، یا آقای سرهنگ بود، بسم آقای سرهنگ عبدالله زیغمی، بهش درجه دادن، کردنش سرتیپ دو، شدش آقای مشفق، همون با نام مستعار مشفق. معاونت عملیات روانی به عنوان مقام ارشد، و یا میشه گفتش که طاق این قضیه، اینا چند تا کار میکنن. همون چیزی که خدمتتون گفتم، اطلاعات لازم دارن، مقام قضایی لازم دارن، پول لازم دارن، رسانه لازم دارن. به عنوان مثال افرادی که به عنوان کارشناسان ارشد معاونت عملیات روانی هستن، وقتی که آدم ها رو نگاه بکنی معلوم میشه که قضیه چیه. مثلا آقای حمیدرضا مقدم فر، کسی که چهره مطبوعاتی در خبرگزاری فاس، آقای قلی‌زاده رو داریم، خبرگزاری تسنیم، آقای رضا سراج رو داریم که در قرارگاه سارالله تهران هستش، حاج حسن محقق رو داریم، خب از فرماندهان، حالا بعضی موقع آدم اصلا خودم یه جوریه، من خودم به شخصی یه جوری میشم بخوام راجع به مثلا بعضی کسا حرف بزنم. درسته که خب خیلی زحمت کشیده در زمان جنگ، از فرماندهان خیلی خوب لشکر بی صرف بوده. آقای حاج حسن محقق از قرارگاه سارالله، از بازجوهای کار زبده و کسانی بود، حالا با همدیگه هم ما کره شمالی بودیم، بهش میرسیم حالا. یا مثلا خدمت شما عرض کنم، آقای اکبر مجیدی، مسئول دفتر حسن طایبی، حسین طایب، آقای محسنی رو داریم. آقای محسنی که خب اصلا خیلی داستان خودش یه پروژه است، داستان آقای محسنی که آقای محسنی
در وزارت اطلاعات بودش. ایشون برمیگه بعد زمان وزارت آقای خدمت شما هست کنم یونسی و آقای دوری نجف آبادی، زمانی که آقای آشنا حسام الدین آشنا که الان مشاور آقای روحانی است، ایشون معاون ویژه سرویس و عمود ویژه وزارت اطلاع بود، از بازجو و از مدیر کلای اونجا بود. بعد از قتل‌های زنجیری و آقای دوری نجف آبادی هم استفاده داد، زمان آقای یونسی هم یه مدتی کمی بود، بعد ایشون اخراج کردن، عاطل و باطل مونده بود و حالا الان سر از خدمت شما هست کنم معاونت عملیات روانی در مورده. اما این ساختار اصلی قضیه هست. حالا چیکار میکنن توی زیر مجموعه های چارت های خانه هایی که ما به عنوان خانه های امن سپاه میشناسیم؟ مثلا خدمت شما عرض کنم یکی از داستان های قضیه پروژه، من خواستم به پروژه هاشون هم اشاره کنم، مشهورترین پروژه هایی که تا حالا اینها داشتن، یکیش همون داستان پروژه قتل عام مطبوعات بود که رمز عملیات با پایگاه دشمن گفتن آقای خامنه ای شروع شد. یکیش خدمت شما عرض کنم پروژه سرکوب ملی مذهبی ها بود که باز دوباره رمز این عملیات با براندازان قانونی خوندن آقای ملی مذهبی ها توسط آقای خامنه ای تو دانشگاه امیرکبیر بود. خدمت شما عرض کنم پروژه ریشه‌کنی مفاسد اجتماعی بود، شهرام جزایری رو گرفتن، یه سری دیگه هم گرفتن، انداختن زندان. خدمت شما عرض کنم بعد از اون پروژه نظرسازی بود، عباس عبدی رو گرفتن و مؤسسه آینده رو گرفتن و همشون رو برداشتن بردن تو خونه های امن سپاه نگه داشتن. یا همون بحث مقوله تهاجم فرهنگی و برخورد با سینماگران و اینها که خب بعد اینا توی کدوم خونه ها بردن اینا رو، میگم که من بیشتر پیشاپیش میخوام تا فرصت داریم بگین که خدمت شما عرض کنم اینا رو اولین اطلاع اولین اطلاعات اولین برخورد کجا انجام میشه که میشه گفت بعد از میشه گفت از معاونت عملیات روانی یه پله بیان پایین تر یک شبکه گسترده ای را انداختن که این شبکه گسترده از تو خود بیت رهبری شروع میشه تا کوچه پس کوچه های تهران و شهرستان ها. اسم این شبکه هست شبکه عیون، یعنی شبکه‌ای که حالا عیون یعنی چشم ها و اینها. این شبکه با دستور مستقیم رهبری تشکیل شده، یکی دیگه از همون بخش هاست، فرماندهی کل سپاه نظارت داره، آقای مشفق هم روی این قضیه داره کار میکنه. ریاست شبکه عیون الان آقای رضا سراجه. از کارشناسان ارشد این شبکه عیون میتونیم با آقای مرتضی خاکباد یا آقای جمارانی اشاره بکنیم که خیلی هم مثلا جالبه، یکی چپه یکی اصلاح طلب تونده. آدرس این شبکه اون کجا؟ جمارانی منظور برادر آقای امام جمارانی که حجت الاسلام امام جمارانی که با سید حسن خمینی و اینها نزدیکن میفرمایید، نه خود امام جمارانی معروف که خونش آقای خمینی نیست. بله مثلا سمت قبلی آقای جمارانی تو مؤسسه حفظ و نشر آثار حضرت امام بوده در همون جماران. بله خب داشتین میگفتین درباره آدرس اینجا که ما نقشه شو دیدیم ولی آدرسش نمیدونم. درست. محل شبکه عیون کجاست؟ خیابون مفتح جنوبی، خیابون معیری، نبش معیری، دو پلاک هفت، یک تابلو بزرگ هم زدن ساختمون شهید قلمبر. بعد اینها این شبکه عیون که نظارت میکنه، اینها یک حالا وقتی که نظارت کرد اطلاعات رو گرفت، اینها میخوان چیکار بکنن با این اطلاعات؟ باید بیان مثلا کار بکنن دیگه. چیکار بکنن؟ مثلا یا راهپیمایی بذارن، تجمع مردمی را بندازن، یه سری رو جمع کنن ماشاءالله حزب الله بریزن جلوی یه مجله، یه سری رو جمع کنن بریزن جلوی دانشگاه. این چی لازم داره؟ یه ستادی لازم داره که بیاد اینا رو جمع وجور کنه. اسم این ستاد هست ستاد مردمی. کاراش همین که خدمتتون هست که راهپیمایی، تجمع، تومار درست کنن که آقای مقام قضایی مثلا بیا رسیدگی بکن به این فلان موزر، این اتفاق افتاده، فلان فیلم آوردن توهین شده به امام حسین مثلا، یه تومار حالا که مویو می‌بینیم زدم 100 هزار تا هم امضا یو آماده شد. اینا که این چیه؟ این ستاد مردمی کیه؟ این ستاد مردمی مسئولش آقای حسین فداییه که حالا من یه گیومن بعد اینجا باز کنم. قسمت اعظم این آدمایی که اینجا وجود دارن، ببینید اول آدرسشو بگین که الان داریم نقشه رو میبینیم، بعد توضیحات دیگه رو بدیم فرصت باشه شاید عکسارم هم نشون بدیم. بیت رهبری هست، خیابون آذربایجان، نبش شهید آجیده، یک تابلو بزرگ زدن گروه شهید ترجمان که اینا دارن اونجا کار میکنن و میرن اونجا کار میکنن. اغلب این داستانی هم که وجود داره در این خانه های عمق خیلی
به صورت خیلی جالب لزوما همه اینا پاسدار یا مامورای نیروی انتظامی نیستن. قسمت اعظمشون از اعضای جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی هستن، جمعیت رهپویان هستن، بخش عظیمشون خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی که حالا تو خدمت شما هستن، خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری فارس، روزنامه جوان، روزنامه سیاست امروز، همین چیزی که آقای روحانی هم دفعه گفت پول و قدرت و رسانه و اینا هستن. یک بخششون هم حالا خوشبختانه یا متاسفانه توابین و دوستان اصلاح طلبی هستن که رفتن زندان و حالا یه جوری نگاه سیاسیشون عوض شده، که میشه واسه اینا هم دقیقاً اسم بود حالا بهش میرسیم. این اتفاقات ها یکی از پاشنه آشیل این قضیه برمیگرده به همونی که یه زمانی خیلی سوال میکردن چرا سپاه به عنوان یک نهاد نظامی دانشجو میفرسته به کره شمالی برای آموزش مهندسی عملیات روانی. همه این کارا در همینجا انجام میشه. اما این چه کسایی توی این قسمت گفتین چی؟ گفتین اطلاعات مردمی، ستاد مردمی، چه کسایی مسئولن؟ چه کسایی کار میکنن اونجا؟ عرض کردم خدمتتون رئیسش آقای حسین فداییه که دیگه همه میشناسنشون، اثر من از شمسه. یکی از کارشناسان ارشد این قضیه مثلا مثل آقای حسین رضا سبزی. آقای حسین فدایی همونی که در جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی بود، در مجلس هم فکر میکنم هنوز هم در مجلس باشه، ولی خب برجاد ایشون از مقامات ارشد هیئت امنا و شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی است. اما من یه مسئله دیگه ای هم بگم خدمت شما. یکی از مواردی که میشه گفتش که حالا شاید حسن باشه، حسن وجود برخوردایی که خانه های امن میکنن اینه که شما نکن مثلا مرحوم سیامک پوزند رو گرفتن، 700 صفحه واسش پرونده تشکیل دادن، پرونده رو خلاصه با فشاری که وزارت امور خارجه و سازمان حقوق بشری دنیا آورد، همه آوردن فرستادن به وزارت اطلاعات، از دست خانه های عمدن آوردن فرستادن به وزارت اطلاعات. وزیر اطلاعات اومد گفت از مجموعه 700 پرونده آقای سیامک زن ما 15 700 صفحه پرونده آقای سیامک پوزن ما تونستیم 15 صفحه اتهام گیر بیاریم، به قوه قضاییه فرستاد و قوه قضاییه هیچ کاری نتونست برای اینا بکنه. داستان خدمت شما عرض بگم، یعنی فقط هدف اصلی همون داستان عملیات روانی. و مثلا ما در خانه های امن سپاه یا خانه های امن اطلاعات موازی شکنجه های جسمانی به مراتب خیلی کمتر میبینیم، شکنجه ها بیشتر روحی روانیه. حرکاتی که انجام میده حرکات کامل، مثلا خدمت شما عرض کنم که خود من که وقتی بردن، خب من خیلی جالب بود، منو وزارت اطلاعات گرفت بود تو خونه ام، بعد پدر بزرگ منو گرفته بودن بردن تو خونه یکی از خونه های امن همین سازمان اطلاعات که بگید این فرشاد اطلاعات تحویل ما بده. خب من رفتم، خب من میشناختم مثلا، میدونم چه جوری شیوه هاشو. وقتی که مثلا من قیطریه بود خونه ای که من توش بودم، برگشتم به اون بازجون آقای افشار گفتم اینجا ساختمون قیطریه هست، همینجور خندید نگام کرد. هدف اصلی اینا که بشکنن زندانی رو و براش یک پرونده قطعی، ولی هیچ و اینو وقتی که شکوندنش یا بیارنش تو تلویزیون خودزنی کنه شو ندامت بده، یا اینکه یک پروژه‌ای بر علیه رقیب یا جریان‌های موازی اطلاعاتی کشور تنظیم کنن یا اون جریان سیاسی رو مسکوتش کنن. مثلا وقتی که ریختن ملی مذهبی ها رو گرفتن 18000 صفحه بازجویی از اینا کردن، پرونده از اینا تشکیل دادن، فرستادن قوه قضاییه، وزارت اطلاعات اومد داخل شد، وزارت اطلاعات گفت هیچ گونه ارزش امنیتی این پرونده نداره. ببین اینا حاصل قبل از اینکه بقیه آدرسا رو بگین، من این و اسامی رو من فوری این سوال ازتون میکنم، اینا حاصل در واقع عدم اعتماد نهادهای گوناگون دستبندی‌های مختلف درون حکومت یا اینکه از بالا داره هدایت میشه؟ ببین چون دو مسئله است، یکی این است که فرض بفرمایید که رهبر بشینه اینا رو با نزدیکانش در بیت رهبر به هر حال برنامه‌ریزی بکنه که این کار وزارت اطلاعات، این کار اطلاعات موازی، این کار نمایندگی حفاظت اطلاعات سپاه فلان بهمان اینا ها. یکی دیگه است که نه، خود این نهادهای اطلاعاتی به هم دیگه اعتماد چندان ندارن که فشار میارن و هر کدوم یه سهمی میرن با امضای رهبر میگیرن که بتونن به قول خودشون عملیاتی بکنن و یک حوزه اطلاعات به موازات حوزه اطلاعات دیگر ایجاد میکنن. اینجوریه یا اولی است؟ خدمت شما عرض کنم میشه گفت هم بله هم خیر، یعنی هم اینجوری هست و به حضرت اینا رقابت‌های کاری دارن، هم نه به خاطر اینکه واقعا به واقع در بخش امنیتی کشور یک مویز و صد قلنده هم داریم ما در کشور.
نه وزارت اطلاعات به اطلاعات سپاه پاسداران اعتماد داره، نه سپاه پاسداران به وزارت اطلاعات اعتماد داره. یعنی اینا هیچ کدوم نیست و هر کسی همون بلبشویی که ما اول انقلاب می‌دیدیم که سپاه حمله می‌کرد به خونه‌های امن کمیته انقلاب، فکر می‌کرد اینا مجاهدن میگرفت می‌زدشون. یعنی واقعاً این از هم گسیختگی هست. یعنی خیلی موارد متهمی رو سپاه می‌گیره آزاد می‌کنه. هم گفتم خدمتتون بله. 18000 صفحه واسه ملی مذهبی‌ها تشکیل میدن، میفرسن قوه قضاییه و وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات میخونه میگه هیچ چیز. اما اصلی ترین قضیه همون کیز بودن آقای خامنه‌ایه که خدمت شما عرض کنم آقای خامنه‌ای اگر بخواد مثلا با آقای ایکس برخورد بکنه، بگه که آقای وزیر اطلاعات اینو بگیر، به هر جهت وزارت اطلاعات یک جریان تابلو داره. وزارت اطلاعات وقتی متهم رو میگیره میبرتش مثلا زندان اوین، اونجا باش برخورد میشه، میفرسنش قوه قضاییه. ولی ما در 80% داستانهایی که این در خونه های امن میبینیم، نه معلوم بازجو کی بوده، نه معلوم بوده این بنده خدا متهم کجا بوده، نه معلوم بوده آخر عاقبت این قضیه چیه. طرفو میگرفتن. خدمت شما هستم طرف مثلا. خب یعنی چی نتیجه چی میخواین بگیرین از این؟ نتیجه اینه که طرفو میگیرن، سه ماه میشکوننش، داغونش میکنن، ازش فیلم میگیرن، تهدیدش میکنن، ارعاب میکنن، شب سوار ماشینش میکنن، میرن تو بیابونای نزدیک تهران ولش میکنن. خب کی مسئوله؟ کی مسئوله؟ مسئول ارشد معلومه که آقای خامنه‌ای، و اینجا خب. کسی نمیتونه جواب بده. ببینید 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم برای 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم برای آدرسایی که یا احیانا افرادی که میفرمایید. خواهش میکنم. حالا که 5 دقیقه وقت داریم، ما یه سری بخشای دیگر می‌ذاریم واسه همون صفحه. برمیگردیم به همون داستان خدمت شما عرض کنم. اولین قضیه برمیگردیم به این که پول این داستان از کجا به دست میاد. خب سپاه پول داره، ردیف بودجه قانونی داره، ولی اصلاً خرج شده برجهت اینجور کار. پول تو جیبی این مخبرا رو کی میده؟ پول این شبکه عیون رو کی میده؟ اینها اومدن یک سازمانی را انداختن به اسم سازمان برنامه. این سازمان برنامه میاد راهکارهای اقتصادی، شیوه های درآمدزایی رو شناسایی میکنه، همون چیزی که آقای احمدی نژاد هم میگفت، برادران قاچاقچی اسکله ها رو در اختیار دارن، آشیانه های فرودگاه رو در اختیار دارن، چجوری حتی فروش نفت دستشونه، بخش نفت میگرفتن در زمانی که ایران تحریم بود میفروختن. مسئول این کار کیه؟ مسئول این کار آقای سردار جمال آبرومنده. بخش مالیش با مهندس سازگاری، مهندس سازگاری همونی بود که معاون شهرسازی آقای احمدی نژاد بود، همین الان هم یه پروژه از آقای روحانی گرفته، پسرش هم تو قرقیزستان الان زندانه آقای سازگاری. و یه بخشی هم برجت ساپورت قضایی لازم دارن، بخاطر اینکه بیان وکیل بگیرن، شیوه های پول در آوردن داشته باشن. بخش قضاییش آقای نبوی یا همون مسعود شرفای. رابطه این سازمان برنامه با بیت رهبری آقای صمدیه. ارتباط این بخش با سپاه پاسداران، وزارت دفاع و دیگه وزارت خونه ها، فردی به نام آقای بیگی که من اطلاعات زیادی از این آقای خب. بیگی نتونستم. ببینین این افرادی که دارین میگین، مثلا مسئول شرفا رو میگین که مسئول ارتباط با قوه قضاییه است، درست میگم؟ بله بله. یعنی مسئول ارتباط این بخش برنامه ریزی و تامین بودجه با قوه قضاییه، یعنی به اصطلاح مثال براتون میزنم مثلا 5 تا کانتینر تلویزیون اومده تو اسکله، تو یکی از اسکله های سپاه پاسداران، اینو میخوان وردارن بیارن. خب به هر جهت این حکم قضایی لازم داره، به خاطر اینکه اینا گمرک که نمیخوان بدن، یه حکم داره که آقا جان اینو ببندید وردارید بیاد. اینجا آقای شرفا بلند میشه میره قوه قضاییه حکم میگیره. یا اینکه محموله بالاتر از این قضیه است، میخوان از تو فرودگاه بیارن، به اسم محموله امنیتی بیارن. اینجا خب حکم مثلا بیت رهبری لازمه. آقای صمدی بلند میشه میره بیت رهبری میگه آقا جان یه جنس اومدیم، یه همچین چیزی اومدیم، میخوایم بفروشیم و پول تامین کنیم. اینجا عکس شرفا و صمدی رو شاید داشته باشیم، نمیدونم اگه داریم نشون بدیم، چون فرصت زیادی نداریم تو همین قسمت. ببینید 2 دقیقه دیگه وقت داریم آقای ابراهیمی. چقدر دیگه زمان شما لازم دارین برای اینکه این صحبت رو ما تمام بکنیم؟ من فکر میکنم که امشب یعنی نمیرسیم. میخوام ببینم که چقدر دیگه زمان لازم داریم. هفته آینده فکر میکنم یه 10 دقیقه دیگه باشه تمام بشه. خوبه؟ نه من خوبه و بده که من که تعیین نمیکنم خوبه یا بده، چون من میگم خوبه. الان وقت نداریم. ببینید 1.5 دقیقه دیگه وقت داریم تا پایان این. به هر حال تو 1.5 دقیقه هر صحبتی دارین برای من، فقط میتونم بگم اگه خواستین من کامل اینا رو میمیسم میذارم تو صفحه فیسبوک. نه هفته آینده حتما برای بینندگان
تلویزیون هم ادامه میدیم این بحث رو، بعد برنامه دیگری که خواهیم داشت در جمعه آینده اون رو آغاز خواهیم کرد. به هر حال آنچه از صحبت آقای امیر فرشاد ابراهیمی در این پیوند ماند میذاریم برای هفته آینده. آقای ابراهیمی، فقط صحبتتون رو توی یه دقیقه در همین آخرین قسمت بخش برنامه ریزی اگر تموم بکنیم توی یه دقیقه بسیار ممنون میشم ازتون، بقیه رو بذاریم برای هفته آینده. بدون چش، من اگه بخوام تو یک دقیقه دیگه این قضیه رو تمومش بکنم، ما میرسیم به این که یکی دیگه، من اگه بخوام مثال دقیق تری بزنم، همه اینهایی که ما گفتیم بخش امنیتیش بود، ولی همون اگه بخوایم برگردیم به پیشانی نوشته برنامه، برخوردی که آقای محسن رضایی گفته بودن، بخش اعظمش در این خانه های امن هم اتفاق میفته. خیلی از همین افرادی که ما نمونه شو میتونم براتون مثال بزنم، همین امروز که من دارم خدمت شما صحبت میکنم، یکی از همکاران مطبوعاتی ما تو ایران گشت ارشاد گرفته، برده قوه قضاییه، گفته شما 3 ماه بعد بری زندان. گفته خب 3 ماه که من نمیتونم برم چیکار کنم؟ گفته 1 میلیون بده برو. یعنی بخش اعظمی از این کارا، درسته که حالا غیرت شیعی هست، حفظ انقلاب اسلامی و برخورد هست، ولی اون جنبه مالی قضیه هم بخش اعظم از این برخورد هاست که اینا میخوان ساپورت مالی کنن و از این خونه های امن، از این دستگاه دکونه دستگاه درست کردن برای خودشون. بسیار ممنون آقای امیر فرشاد ابراهیمی، روزنامه‌نگار و دبیر سیاسی سابق انصار حزب الله. ما جمعه آینده در برنامه صفحه آخرین بحث رو ادامه خواهیم داد. آقای ابراهیمی، شبتون بخیر در برلین آلمان. شما زنده باشید، فرداتون بشم. خدا حافظ شما باشید.